آجایی درود بر شما. سلام دارم خدمتتون و سلام به همه همیهنان. امیدوارم حال شما خوب باشه آجایی. ممنونم به لطفتون. آجایی دو اتفاق افتاد، یکی این اعدام کردها که واقعا غم انگیز بود، ایرانیان رو داغدار کرد، یکی هم این اسارات آقای آیت الله منتظری 28 سال پس از بیانش، ولی به هر حال باز لازم بود و خوشبختانه منتشر شد به عنوان یک سند جوف کتاب تاریخ باقی بمونه. ما سراپا گوشیم آقای دایی. عرض کنم که اتفاقا به هم بی ربط هم نیست، چون یکی از سوالاتی که همیشه خیلی از هموطنان به خصوص نسل جوان که از اون دهه سیاه بی خبرم میپرسن یعنی که چرا هی صحبت از اون کشتارها میکنه، صحبت از اون اعدامها، از قتلها میکنه، به چه درد امروز میخوره؟ واقعش اینه که این نواری که احمد منتظری پسر آیت الله منتظری منشی کرده اهمیت بسیار زیادی داره، چون من اگه خیلی خلاصه اشاره بکنم در سال 1367 خمینی اوایل مرداد یک حکمی داد به چند نفر که هیئت مرگ بهشون میگفتن، به قضات به اصطلاح شهر که در تهران و شهرستان ها در همه زندان ها همه مجاهدینی که سر موضع هستن تو حکم خود خمینی بود، یعنی کسانی که هنوز اظهار علاقه هر گونه علاقه به مجاهدین میکنن در زندان ها هستن، خیلی از اینا حکمشون تموم شده بود، 5 سال حکم گرفته بودن، 10 سال حکم گرفته بودن، در زندان ها بودن، اینها رو بکشید و هزاران نفر رو کشتن در عرض چند هفته. حکم دومی هم داد که زنان و مردان هوادار مجاهدین رو کشتن در زندان ها. حکم دومی رو داد بعدا که مارکسیست ها هم بکشن، البته از نظر این آخوندا چون زنان مارکسیست مرتد هستن نباید زن مرتد رو نباید اعدام کرد، مثلا یه همچیزی، برسا زنان غیر مجاهد رو نکشتن، چند صد نفر از به اصطلاح مارکسیست ها گروه های چپ رو هم کشتن. این ماجرا مخفی بود، بعدا وقتی ابعاد این فاجعه روشن شد کم کم درس کرد، تا امروز که ما داریم صحبت میکنیم به جز آیت الله منتظری هیچ کسی از حکومتی ها چه داخل چه خارج چه اونی که اصلاح طلب چه غیر طلب راجع به این جنایت و ابعادش هیچ چیز رو روشن نکردن. آقای منتظری همون موقع که این قتل ها در جریان بود دو تا نامه به خمینی نوشت، اعتراض کرد نسبت به این جنایت. به همین دلیل هم منتظری که قائم مقام یا جانشین خمینی بود که قرار بود بعد از مردن خمینی آیت الله منتظری بشه رهبر، کنار گذاشته شد. این خلاصه داستان. در اون نامه ها منتظری به ابعاد جنایت اشاره کرده بود که وحشتناک بود، آدم ها رو می بردن در عرض 1 دقیقه یا 2 دقیقه. آیا به مجاهدین هنو علاقه داری؟ حتی اگه می گفت نه، می گفتن حاضر توبه نامه بنویسی، توبه نامه می نوشت، حاضر روی مینم بری، و خیلی ها رو کشتن، هزاران نفر کشتن. آقای نوریزاد سال گذشته دیدم در وبلاگش ایشون خب اون موقع با حکومت بود و اینها صحبت از 33,000 نفر میکنه، ولی ما ابعادش رو واقعا نمیدونیم، چند نفر کشته شدن هنوز نامشخص. این یک. حالا این نوار چه اهمیتی داره؟ این نوار خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه نوار گفتگوی آیت الله منتظری با اعضای هیئت مرگ، یعنی با همونا دارن صحبت میکنن و جزئیات بیشتری از این قتل ها رو میگه، ابعاد وحشتناک جنایت رو توضیح میده. من به همه هموطنان پیشنهاد میکنم حتما این نوار در فضای مجازی هست گوش بکنید. از اون کسانی که در هیئت مرگ بودن در تهران و هزار نفر کشتن، خود آقای منتظری اشاره میکنه که به همین مصطفی پور محمدی بهمونی که جنایتکارترین آنها که الان وزیر دادگستری حسن روحانیه، یکی هم همین نیریه که الان مظهر رئیسیه که شده تولیت آستان قدس و صحبت از این میکنن که بشه رهبر. این دوتا. حالا اهمیت این نوارات چی عرض کردم؟ به خاطر اینکه صحبت زنده است، دیگه نمیتونن انکار بکنن و این یک سند تاریخی از جنایت. حالا برگردم خیلی خلاصه، من برای که طولانی نشه صحبتم، که چرا ما باید هی بگیم این مسئله رو، هی چرا اشاره بکنیم، اهمیت این صحبت چیه؟ ببینید، یکیش اینه که همونطور که هولوکاست اتفاق افتاد و یهودیان قربانیانی که زنده مونده بودن اینها شروع کردن به پیگیری ماجرا، یکی دادخواهیه، بالاخره وقتی همین جنایت شده باید دادخواهی بکنه. ولی مهمتر از دادخواهی
دادخواهی هم بخشش این که تکرار نشه. وقتی شما دادخواهی میکنید ابعاد جنایت رو میگید، از تکرارش جلوگیری میکنید یا تکرارش و هزینهش رو بالا میبرید که راحتتر دیگه تکرار نشه. اما مهمش در مورد ما چیه؟ بعضی ها میگن اون دهه اول انقلاب یه پرانتزی بوده که بسته شد. واقعش اینه که اینطور نیست. صحبت از کشتار کردها شد. ببینید این حکومت در دهه اول انقلاب یه نسل کامل از فعالین سیاسی، مدنی، فرهنگی، زنان قتل عام کرد، کش، زندانی کرد، به تبعیدشون فرستاد، همه رو از بین برد. واقعا کشور ما رو ویران کرد، کشید چند صد سال پایین. وقتی که این کارو کرد این پرانتز نبود که بسته بشه، جامعه رو آورد پایین. بعد از اون سیستم سرکوبش و این حکومت دوباره بازسازی کرد، یعنی اومد لایه‌های سرکوب جدیدی اضافه کرد که هر بار مجبور به قتل عام نشه، قبل از اینکه تظاهرات شکل بگیره جلوشو بگیره، تمام نهادهای مدنی رو کنترل کنه، تمام همه جا رو کنترل کنه، یعنی از پایین سرکوب شروع کنه بیاد بالا. و این کار رو تونسته انجام بده. در مرحله آخر کهریزک و بستن مردم به رگبار مثل 7-8 سال پیش در خیابان و اعدام کردها، همه الان اعدام سنی ها، همه در آخرین هست، ولی قبل از اون 10 به سر لایه هست. نکته دیگرش اینه که ببینید آقای مهبودی عزیز، وقتی که ما ابعاد این جنایت وحشتناک رو برای مردم بگیم چطور اینا، توضیح میده آقای منتظری زنان حامله رو، باردار رو اعدام کردن، دختر 15-16 ساله رو گرفتن، 2 روز نگردشتن، کشتنش به دارش زدن. چجوری اینها، این جنایات عظیم که هنوز اگه ما بگیم بعضی فکر میکنن اغراق میکنن. وقتی ما اینا رو بیام توضیح بدیم، سیاهی و تاریکی این حکومت رو در معرض دید همه قرار بدیم، دیگه این دکانهای اصلاح طلبی و این خوبه، این بده، این بهتره، روحانی، نمیدونم رفسنجانی، اینا فرو میریزه. برای چی سکوت میکنن حتی اصلاح طلبانی که به خارج اومدن؟ برای اینکه اول خب خمینی محور این نظامه. وقتی خمینی جنایتکار معرفی بشه که چه جانی بوده که به گفته آقای منتظری میگه جنایتکار و سقاوت در تاریخ ازش یاد برده خواهد شد. وقتی اینو بگیم این محور حکومته، کل دستگاه ایدئولوژیک نظام میوزه. ولی مهمتر از همه اینه که وقتی ما ابعاد این جنایت رو بگیم و اینکه چطور همه در اون بودن، همه در این جنایت سهیم بودن، دیگه شما نمیتونید مردم رو وعده بدید که در این نظام میتونیم چیکار بکنیم، میتونیم اصلاحات بکنیم. دلیل اصلی سکوت این کسانی که حتی در خارج کشورن، آخه خنده‌دار نیست؟ توهین‌آمیز نیست که بعد از 28 سال یک نفر به جنایت الله منتظری از این حکومتی ها، از هیچ جناحی نیامده، کوچکترین بخشی از این جنایت، فقط ببینید جنایت فقط مرداد و شهریور و نمیدونم مهر ماه 1367 که نبود، اینها 10 سال کشتن، از پشتبان مرسی علوی شروع کردن، چماخ کشی، دانشگاه رو به خون کشیدن، همه جنایت کردن، هزار کشتن، یک نفر صحبت نمی کنه راجع بهش. این به قول روزنامه گاردین جعبه سیاه رو باز نمی کنن. چرا؟ به غیر از اینکه برای خودشون هم اعلام جرمه، هیچی نمیگن. ولی مهمتر اینه وقتی ابعاد این جنایت مشخص بشه، تمام این دستگاه های دروغ اصلاح طلبی و اینها فرو میریزه. مردم میفهمن با چی جنایتکارای روبرو هست، دل به اینها نمیبندن. دیگه اینطور نخواهد شد که یک زن ایرانی قاب عکس روحانی رو بگیره ببوسه، فکر میکنه روحانی میتونه نجاتش بده. دیگه فکر نمیکنن میتونن از قبل روحانی یا رفسنجانی به آزادی های مدنی برسن. بنابراین اهمیت این نوار، اهمیت تکرار این، و ما الان در دوران سالگردش هستیم، یعنی مرداد و شهریور، اهمیت بازگوییش در اینه که همه تکرارش جلوگیری میکنه، و مهمتر از همه تکلیف مردم رو با این حکومت جنایتکار که همشون باور کنید همشون دست داشتن. من داشتم یه گزارش فیلم درست میکردم، برگشتم همینجور پرونده رو نگاه میکردم، بعد یه تکه ای از سلمان رشدی رو میذاشتم، صحبت های آقای میرحسین موسوی رو در دفاع از فتوای قتل سلمان رشدی رو میخوندم. واقعا شرم‌آوره، همشون یک نفرشون بی‌سهم نیست در این جنایت عظیم.
و این رو به اعتقاد من باید گفت. و من تشکر میکنم شخصا از آقای احمد منتظری که این کار کرده. واقعا ببینید باید قدر هر چیز رو به اعتقاد من شناخت. این کاری که ایشون کرده اهمیت داره و من دست ایشون رو میفشارم، از ایشون تشکر میکنم به سهم خودم و خدا قوت میگم به ایشون. آقای دایی ببخشید سوال خصوصی دارم، شنیدم که شما همشایدی آقای احمد منتظری هم بودید یا نه؟ همکلنخه من و ایشون در پلی‌تکنیک با هم هم دانشگاهی بودیم که خب تو اون دو سال ایشون نساجی میخوند که من راه ساختم، مهندسی نساجی میخوند من راه ساختمان، ولی خیلی کلاس های مشترک داشتیم و خیلی فرد متواضع و فرد خیلی با هم فرد خوبی، یعنی خوبی بود. حالا تفاوت عقیده و افکار و اینها رو کاری ندارم، ولی از نظر شخصیتی شخصیت خوبی داشت. و ایشون مهندس شدن؟ فکر کنم تموم کرد، تا اونجا که من یادمه ایشون تموم کرد، اصلا عبا و عمام و اینها نداشت. بعدن ایشون رفته شد در دفتر پدرش و به اصطلاح مشغول شد. کوچکتر از محمده نه؟ بله کوچکتر، چند سال حداقل 7-8 سال باید فکر میکنم، دقیقا نمیدونم، چون من یادمه که وقتی خب ایشون هم سن ماها بود، ولی محمد منتظری اون موقع ماها چندین سال بزرگتر بود. بله به نظرم کار آقای منتظری یه کار تاریخی بود، کاری که انجام داد، سخنانی که گفته خیلی مهمه. آقا اینجا یه نفر قاتل رو میفرستن توی سلول مرگ، دهلیز مرگ در بعضی از این زندان ها بمونه تو بعد تکلیف شده یه حبس ابد، فکر کنید یه آدمی هزار بر اون کشته وزیر دادگستریه. خیلی جالب، یعنی چه کسانی امروز دارن بر ما حکومت میکنن، کسانی که دستشون در خون بوده، هموطنان ما رو کشتن، جوانهای ما رو. همه ایش سوالم امروز داشتم از مشاورتی میپرسم، گفتم اینا خودشون زن و بچه نداشتن، مثلا همسرشون به اینا اعتراض نمیکرده که بابا این دختر 15 ساله رو که داری میکشی پدر مادر داره، برادر داره، چطور ممکنه چنین جاغی رو تو دل اونها بگذارید برای تا آخر عمر، تا وقتی که نفس میکشن؟ حالا خودشون نمیفهمیدن، اطرافیانشون نمیفهمیدن که اینها رو برحذر بدن از اینه. این همه جنایت مگه ممکنه؟ آخه مثلا به تصورم نمیاد اینا کجا بودن، در کدام زیر زمین تو ایران زندگی میکردن، تو کدام چاه بودن که از پله هاش اومدن برای یک باری در جامعه ایران ظاهر شدن و بعد این اهرام قدرت رو به دست گرفتن و شدن مسئول مجازات مرد. واقعا وقتی حرف اون روزنامه‌نگار آلمانی که اومده بود در از طرف روزنامه دیت سایت، یه روزنامه خیلی مهم است، روزنامه است که آقای هلموت شمیتس صدر اعظم پیشین آلمان یکی از بنیانگذارانش بود، اومد به ایران و اون تنها کسی بود که موفق شد بره به زندان اوین دیدار کنه با لاجوردی، میره در اتاق لاجوردی میشینه اونجا و نظاره میکرده، لاجوردی همکاراش صدا میزده میومده، اینا تو جزء زندانبانها بودن به اصطلاح در زندان اوین. میگه تقریبا تمام کسانی که رو احضار میکرد میمدن تو شبیه خودش بودن، یک چشمشون عیب داشت، یه پاشون میلنگ. به من فکر کردم او تمام نفرین شدگان زمین رو جمع کرده اینجا که از یه نسل انتقام بگیرن، از یک نسل در ایران انتقام بگیرن. با آقای دایی عزیز هستیم هم یعنیم از این لحظه برنامه در اختیار شماست، میتونید با ما صحبت بکنید. جونم بفهم میبخشید، چون واقعا فکر کنم مهمه عرض کنم که حالا راجع به جنایاتی که اینا کردن من اگه بخوام واقعا نمونه هایی که یادم هست بگم اصلا باور نکردنی، ولی دو نکته کوتاه رو بگم چون الان میدونید که مثلا میگن قاسم سلیمانی سردار عارفه، این لاجوردی که در خباست و جنایت که در زندانه، که در همین صحبت ها ببین آقای منتظری راجع به لاجوردی چی میگه، این لاجوردی که در زندانهاش تجاوز به زنان و دختران کردن، چه شکنجه هایی کردن، اصلا باور نکردنیه. این فرد نمازش ترک نمیشد، فکر میکرد داره از نظر خوش عبادت هم میکنه. ما میتونیم لاجوردی رو بگیم شکنجهگر عارف؟ میتونیم بگیم؟ و مهمتر از همه برای اینکه بفهمیم چقدر این خمینی جنایتکار بود و این حکومت
افکاری که هم که شما فرمودین، افکار یعنی بنیادگرایی اسلامی، ارتجاع، واپسگرایی چقدر خطرناکه. سال 63 من این فیلمش از همه دیدن هموطنان، یه سخنرانی معروفی داره خمینی که اون بالا نشسته اون پایین هم نشستن یه ده، داره میگه که اونهایی که میگن در اسلام قتل و جنایت نیست، قتل و کشتار نیست، اشتباه میکنن، خداوند فرموده که قتلونم نمونه فلان، جنگ کنید تا رفع فتنه در عالم فلان، در اونجا یه صحبت میکنه خیلی مهمه. این مهمه، این صحبت اینه که این در سال 63 یه ده داخل خود حکومت فشار آوردن که لاجوردی رو برش دارن، از اوین دادستانی رو ازش بگیرن برش دارن، چون اینقدر جنایت کرده بود میگفتن دافعه داره تو جامعه. این سخنرانی موقعی که اگه کسی نگاه بکنه هموطنان ببینن، لاجوردی و تیم اوین، هیئت شکنجهگران اوین پایین نشستن، خمینی داره خطاب به اونا صحبت میکنه. خمینی میگه که بعضی وقتا بعضی ها که میکشن یک نفر رو ممکنه بگن خب چرا ما این کارو کردیم. ببینید چی داره میگه. میگه وقتی که شما یه آدمی که فساد میکنه یا حتی خلاف کمی میکنه، این رو وقتی که میکشید بهش خدمت کردید، چون اگه این زنده بمونه بیشتر ممکنه خلاف بکنه، اون دنیا بیشتر تو جهنم بمونه. بنابراین شما وقتی یکی رو میکشید هم به جامعه خدمت کردید هم به اون که کشتید، داره اونا رو تشویق میکنه به کشتار بیشتر. ببینید ما با همچی حکومتی رو بریم، با یه همچی جنایتکارهایی رو بریم. من اولا گفتم که حتی تو قتل عام هم غیر از مجاهدین بودم و من اشاره کردم که قتل عام در حقیقت نقطه عطف بود، نقطه عطف یک دهه بود. از همون روزی که خمینی اومد کشتار و سرکوب رو شروع کرد تا 67 که به اصطلاح به اوج خودش و به نقطه عطف رسید. مهم اینه که ببینید در اوایل انقلاب یه فضای نسبتاً آزادی بود، هنوز این حکومت مستقر و مسلط نشده بود، بخش عظیمی از فعالین سیاسی، مدنی، فرهنگی، جوانا، دانشجو، اینا به انواع و اقسام گروه های سیاسی پیوستن، فعالیت میکردن، به خصوص در دانشگاه ها. وقتی که سرکوب کامل رو این حکومت در خرداد 1360 شروع کرد، بسیاری از اینها رو دستگیر کرد، شکنجه کرد، خیلی هاشون رو کشت. اصلا صحبت از اینه که در اون دهه سیاه معلوم نیست چندین ده هزار نفر رو کشته و دستگیر شکنجه کرده، هیچ آماری ما دقیقا نداریم واقعش. برای همین درست میفهمید این دهه سیاه از روزی که خمینی وارد شد و کشتار و سرکوب رو شروع کردن و کل جامعه، حالا ببینید کشتار اون مثل کوه یخی که ما بخش عیانش رو میبینیم، یک جامعه رو اینا صدها سال به عقب کشیدن، جامعه زنان، جامعه فرهنگی. آخ شما ببینید در این مملکتی که الان بهترین آوازخوان و بهترین هنرمند، که بهترین هنرمندای 100 سال اخیر اجازه به اصطلاح خواندن نداره، زنان اجازه نوازیدن نداره، کنسرت در بسیاری از جاها نیست، یعنی ما عقب هم حتی رفتیم. یعنی این عقب کشیدن جامعه، این بخشی از اون همون چیزی که شما به درستی میگید هولوکاست ایرانی. یه مطلب رو اضافه کنم، ببینید راجع به اون دهه عرض کردم، ما میخوام راجع به اون جنایاتی که باور نکردنیه، که اگه بخوام صحبت کنیم خیلی ها باور نمیکنند که مگه میشه همچی جنایاتی کرده باشن، مگه میشه یه آدم جوان 16 ساله رو بگیرن 6 ماه بکننش توی جعبه مثل قبر، بعد موهاتو بخور، کثافت خودتو بخور تا خوردش کنن، بعد دیوانه میشدن خیلی از اینها، اینها رو چند سال به صورت دیوانه نگه می‌داشتن که بقیه زندانی رو خود کنن. اصلا گفتنی نیست. ولی ببینید ماهیت یک رژیم، وقتی یک همچی عناصری که شما اشاره فرمودید که اینا از کجا آمده، اینا به حکومت میرسن، فقط متوقف به اونجا که نمیشه که. الان سالگرد همین هفته گذشته صحبت از قتل دکتر بختیار، شما ببینید دوتا آدم گردن کلفت رو بفرستن برن یه پیرمرد نحیف رو خفش کردن ایشون رو، بعد با چاقو نامبری گردنش رو قطع کردن، مگه داعش چی کار میکنه؟ مگه داعش فرو هر رحمترشون چجوری کشتن؟ حالا این یه طرف قضیه است. کسی که در داخل ایران این جور با مردم کرده، ببینید در سوریه چی میگذره، بیمارستان ها مردم عادی رو
میکشن، صدها هزار نفر قتل عام کردن، تو این دو سه روز گذشته باز هم بمب شیمیایی در حلب زدن. این همونه. دنیا باید بفهمه، مردم ایران باید بفهمن این رژیم واپسگرا و جنایتکار فقط دهه 60 نبود، ادامه داده و میده. فقط در ایران نبود، در منطقه هم میکنه. در آرژانتین هم میره بمب میذاره، 85 نفر زن و کودک رو در مرکز فرهنگی ها میکشه. این حکومت، این حکومت دشمن بشریته، فقط دشمن ایرانی ها نیست، دشمن بشریته.